کتاب کنیز ملکه مصر گردش در بزرگترین شهر جهان من هرگز روزی را فراموش نمی نمایم که کل اوپاترا برای اولین مرتبه به اتفاق آنتوان به گردش رفت و من هم در تخت روانی که حامل آنها بود حضور داشتم و آن دو را باد می زدم شانزده تن از غلامان تخت روان را حمل می کردن و لباس متحدالشکل در بر داشتند لباس آنها عبارت بود از یک رنگ ارغوانی دارای مفتول دوزی نقره و یک کفش که به وسیله تصمه های سفید رنگ به پا بسته می شد. های کفش به طور مارپیچ اطراف ساق پا را می گرفت و یک شال سبز که چون همایل می بستن و در موقع استراحت آن را می و عرق بدن را خشک می پیشاپیش پیشا غلامانی پیش که حامل تخت روان بودند یکی از صاحب منصبان درباری حرکت می کرد و او را جلودار می خاندن. لباس جلودار مثل لباس غلامان بود اما به جای شال یک کلیچه سبز رنگ می پوشید و آن کلیچه آستین نداشت و دو دست جلودار اوریان به نظر می رسید. جلودار کلاه مصری بر سر می نهاد و همه می دانند که کلاه مصری دارای تیلسان است و تیلسان از عقب مثل یک پرنده گردن را می پوشاند و مانع از این می شود که از قفا آفتاب برگردن و صورت بتابد. جلودار پیوسته یک چماق کوتاه به دست می که از چوب بود روی آن را متلا می کردند و چماق مزبور علامت مرتبه و شغل جلودار به شمار می آمد. وقتی مردم در خیابان جلودار را با آن لباس و چماق مخصوص می دیدن کوچه می دادن و عرابه های کنار می رفتن که تخت روان بتواند بدون معطلی عبور نماید. کلئوپاترا بدون اسکورت در خیابانهای اسکندریه حرکت می کرد و آن روز هم که برای اولین مرتبه با آنتوان سوار تخت روان شد تا شهر را به او نشان دهد بدون اسکورت حرکت می نمود. کلئوپاترا نه فقط خیابانها و امارت اسکندریه را خوب می بلکه بلکه راجب سوابق آنها اطلاعات زیادی داشت. آن ژنرال رومی حیرت می نمود چگونه یک دختر جوان آن همه اطلاعات دارد و همه جا را به خوبی می شناسد. فراموش نمی کنم اولین چیزی که سبب حیرت آنتوان شد ارز خیابانهای اسکندریه بود چون در خیابانهای درجه اول اسکندریه دوازده عرابه می توانستن کنار هم حرکت کنند. بعد از ارز خیابان آنچه سبب حیرت آنتوان گردید شیرهای آب و لوله بود و پرسید این آبها از شیرها جاریز از کجا می آید؟ کلئوپاترا را جواب داد دو قرن است که این شهر دارای آب لوله می باشد آب رودخانه نیل وارد یک مخزن بزرگ می شود و از آنجا به طرف لوله ها جریان پیدا می کند لذا مردم همه وقت آب دارند و شیرهای کنار خیابان همه برای استفاده از طرف عموم نصب شده تا آبرین و مسافرین از آنها بهره مند شوند آنتوان پرسید این خیابان را که به وجود آورده و این لوله های آب را که ساخته کل اوپات پاسخ داد نقشه این شهر را مهندس اسکندر مقدونی ترک کرد ولی وقتی اسکندر زندگی را بترود گفت این شهر آبادی نداشت و جد بزرگ من بسلمی و سرسلسله بتالسه شروع به آباد کردن این شهر کرد بعد از او سایر اجدادم در این شهر امارت بزرگ به وجود آوردن تا امروز به این پایه که میبینید رسیده است وقتی مقابل موزه رسیدیم عظمت برای مزبور و ستونهای آب سبب شگفت آنتوان شد و پرسید اینجا کجاست و اینها کی هستند که روی پلهای این امارت نشسته و به صحبت شخصی که بالاتر از دیگران نشسته از حرف میزند گوش میدهند کل را گفت اینجا موزه است که به اسم موز خدای هنر ساخته شده و اینها که میبینید فیلسوف هستند و شخصی که صحبت میکند رئیس آنها میباشد اینان هر روز در اینجا جمع می شوند و به سخنان استاد خود که همان ناطق است گوش می دهند آنتوان گفت فیلسوف یعنی چه؟ کلئوپاترا گفت فیلسوف یعنی کسی که میکوشد مشکلات دنیا را با بحث حل کند آنتوان گفت ملت روم نتوانست مشکلات دنیا را با لژیون حل کند و اینها چگونه میخواهند اشکالات جهان را با حرف حل کنند کلئوپاترا گفت اینها فکر می کنند که اگر نتوانند مشکلات دنیا را با حرف حل کنند توضیحی برای آن پیدا خواهند کرد و یافتن توضیح آنها را قانع می کند آنتوان پرسید آیا هر کس می تواند روی این پله ها بنشیند و به سخنان مدرس گوش دهد که را گفت نه جلوس برای این پله ها